با درود فراوان خدمت شما همینان عزیز، توجهتون رو جلب میکنم به گفتاری در مورد اهمیت سازماندهی قدرت اجتماعی. همونطور که میدونید در هر جامعه‌ای ما دو سری قدرت داریم، یکی قدرت سیاسی هستش و دیگری قدرت اجتماعی. قدرت سیاسی همون قدرت حکومتی هست یا نهادهایی که شرکت میکنن به اصطلاح در سازماندهی امور جامعه از بالا، که میتونیم دولت، مجلس، قوه مقننه و احزاب سیاسی رو به طور مثال جزء نهادهایی بدونیم که در امر شکل‌دهی و پیشبرد قدرت سیاسی دخالت دارن. از طرف دیگه قدرت اجتماعی رو داریم که عبارت است از قدرت شهروندان، یعنی قدرت نهادهایی که در اختیار شهروندان هستش و نه در اختیار حکومت. در جوامع غیر دموکراتیک چیزی به اسم قدرت اجتماعی به معنی سازماندهی شده خودش وجود نداره و صرفا خلاصه میشه در حد قدرتی که در محافل سنتی وجود داره یا نهادهای سنتی مثل خانواده، قهوه خانه، زورخانه و مسائلی از این دست. اما از این حد فراتر نمیره، به دلیل اینکه قدرت سیاسی به خاطر خصلت استبدادی خودش اجازه نمیده که قدرت اجتماعی بتونه خودش رو به صورت متشکل در بیاره و یک جایی ممکن هستش در مقابل قدرت سیاسی بخواد ایستادگی بکنه. برعکس در جوامعی که دموکراتیک هستن یک تعادلی وجود داره بین قدرت سیاسی حاکم و قدرت اجتماعی پایین تا از این طریق توازن برقرار بشه و حکومت نتونه به خودش اجازه بده که در یک جایی هوس بکنه قدرت خودکامه اعمال بکنه به جامعه. مثلا برای همین استش که ما در جامعه ایرانی تا زمانی که شاهد نبود قدرت اجتماعی به معنی سازماندهی شده اون باشیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که هر تغییر سیاسی که به وجود بیاد، هر تغییر رژیمی که به وجود بیاد، به دنبال خودش یک بازتولید دیکتاتوری رو داشته باشه، یعنی یک استبدادی بره استبداد دیگری با شکل و قیافه و شعار دیگری بیاد، اتفاقی که در سال 57 افتاد و به این ترتیب ما پیوسته محروم باشیم از دموکراسی به معنی واقعی کلمه و هر بار فقط شکل استبداد باشه که عوض میشه و نه ماهیت اون. آنچه که بسیار اهمیت داره این استش که سازماندهی قدرت اجتماعی امری نیستش که به صورت فی‌البداهه بشه انجام داد و برای منظور مبارزین، روشنگران و تغییرگرانی که در حال حاضر در جامعه ایرانی یا بیرون از ایران در حال فعالیت برای اون هستن، باید دقت داشته باشن که از حالا باید قدرت اجتماعی رو سازماندهی کردش، به این معنی که باید حرکت کرد به سمت این که بتونیم بیش از پیش انجمنهایی داشته باشیم یا کمپینهایی داشته باشیم، اتحادیه‌هایی داشته باشیم که در اون شهروندان به صورت مستقیم دخالت دارن. دقت داشته باشیم که جنبش کنونی در حال حاضر یکی از مشکلات عمده‌ای که داره مشکل سازماندهی هستش و این به خاطر نبود سازماندهی اجتماعی هستش و در درون این جنبش ما تازه داریم در این حال که مورد تعقیب و دستگیری و عرض شود دائما احضار و بازداشت و شکنجه و زندان و اعدام و غیر ازالک هستیم، در این حال مجبور هستیم پدیده‌ای به اسم سازماندهی اجتماعی رو هم تجربه بکنیم، ببینیم چه جوری هستش و چه کار باید بکنیم. تجربه های اندکی وجود داره مثل کمپین 1,000,000 امضای زنان به طور مثال، یا کمپین برای محافظت از حقوق کودکان، حقوق زنان و یا بیکاران، کارگران، تلاش هایی که برای ایجاد اتحادیه کارگری شده، منتها همه اینها زیر تیغ مستقیم سرکوب هستش و به همین دلیلی که جامعه در رابطه با قدرت اجتماعی بسیار بیدفاع، بیتجربه هستش و تا میاد به خودش به جنبه معمولا اینطور هستش که یک تغییر سیاسی در نهایت به وجود میاد، اما هدف این تغییر سیاسی در واقع این استش که مانع از این بشن که یک تغییر بنیادین در پایین به وجود بیادش و بلافاصله حاکمیت رو از یک گروه میگیرن به یک گروه دیگه میدن، در حالی که هر دو اینها در طبقه حاکم قرار دارن. در واقع دست به دست میشه قدرت از یک جناح طبقه حاکم به جناح دیگه، اما هدف این استش که موقعیت طبقه حاکم پایدار بمونه و بشه پایین رو کنترل کردش، یعنی اکثریت مطلق جامعه رو کنترل کردش. بهترین روش کنترل این استش که مانع از این بشن که قدرت اجتماعی بخواد در پایین شکل بگیره، که بخواد خودش رو سازماندهی بکنه. ما تجربه سال 1358-59 رو داریم. در فردای انقلاب فضایی به وجود اومده بود در داخل کشور که یک آزادی نسبی درش وجود داشتش، اما این آزادی نسبی
قبل از اینکه بتونه مورد استفاده قرار بگیره به معنی وسیع کلمه، به معنی اجتماعی کلمه، توسط قدرت سازماندهی شده از بالا تارمار شد. یعنی موقعی که خمینی و دار دستش به قدرت رسیدن، وارث یک دستگاهی شدن که این دستگاه دستگاه دولت بود و دست نخورده باقی مانده بودش. ارتش داشت، پلیس داشت، وزارت اطلاعات داشت، همه چی داشت. فقط بایستی یک مقداری عکس‌ها رو جابجا می‌کردن، مهرها رو عوض می‌کردن و به جای سرود شاهنشاهی سرود جمهوری اسلامی می‌ذاشتن تا بشه کار رو شروع کردش. و دیدیم که خیلی سریع این جابجایی قدرت انجام شد و به سرعت اولین پروژه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی مورد نظر خودش قرار داد و اجرا کردش، تارمار کردن مخالفانش بود. از همون ابتدا حمله ور شد به چی؟ به تمام به اصطلاح اشکال مختلف اعتراضگری اجتماعی، چه میخواست در مورد حجاب زنان باشه، چه در مورد حقوق کارگران باشه و یا تجمعات آزاد، مطبوعات آزاد، تمام این چیزهایی که نمودار حقوق مدنی شهروندان هستش، به اونها حمله ور شد و موفق شد به واسطه اینکه سازماندهی شده بود، ارتش و سپاه و کمیته و نیروی انتظامی و غیر و ذالک در اختیار داشت، سوار بشه بر جامعه، مخالفان رو تارمار بکنه، اعدامها رو سازماندهی بکنه، احزاب و گروه ها رو ممنوع بکنه و استبداد مطلق خودش رو از اواسط دهه 60 به این طرف برقرار بکنه. خب این به چه دلیل بود؟ به دلیل این بود که آزادی خواهان و انقلابیون بعد از 57 تا اومدن به خودشون بیان که سازماندهی بکنن، نیروهای اجتماعی رو، نیروهای مردمی رو، اونها رو آگاه بکنن، بیارن، آموزش بدن، متشکل بکنن و بتونن یک بدنه قدرت اجتماعی به وجود بیارن که در مقابل قدرت سیاسی حاکم بتونه ایستادگی بکنه، دیر شده بود و به دلیل نبودن سازماندهی و ضعف سازماندهی، این مجموعه کوچکی که حاکمیت بود موفق شد به دلیل اینکه سازماندهی داشتش بیاد سوار بشه و اون پایین رو به سلام متلاشی بکنه. این بار هم این احتمال وجود داره. نباید به سلام باور داشته باشیم که صرف رفتن رژیم جمهوری اسلامی سبب خواهد شد که یک بهشت دموکراتیک از فردا به وجود میاد. ما همونطور که در گفتار قبلی عرض کردم باید به ساختن دموکراسی باور داشته باشیم. در اون گفتار اشاره کردم که این ساختن در درجه اول درونی کردن یک منش و رفتار دموکراتیک هستش و از طرف دیگه بحث سازماندهیه، بحث متشکل بودنه، هدفمند عمل کردنه و این عملی نیستش مگر اینکه از حالا به فکرش باشیم و تلاش بکنیم که با ایجاد تشکل‌های کوچک و خودجوش، خودجوش وقتی میگم یعنی تصادفی و مکانیکی منظورم نیستش، تشکل‌هایی هستش که نیاز به رهبری از بالا نداره، تشکل‌هایی هستش که شهروند میتونه به وجود بیاره، فرد شهروند ایرانی میتونه به وجود بیاره، در بندرعباس و مشهد و اصفهان و تبریز و تهران و هر جایی که بخواید میتونه یک معلم، یک کارگر، یک کارمند، یک فردی که در یک محله زندگی میکنه میتونه این رو به وجود بیاره با اضافه کردن یک نفر به خودش، بعد دو نفر، بعد شش نفر و به وجود آوردن جمع‌هایی که این جمع‌ها قادر خواهند بود در یک مرحله‌ای از خودشون یک ابتکار عملی نشون بدن، یه حرکتی بکنن. تا زمانی که بتونه این جمع هفته یک بار هم که شده دور هم جمع بشه، مسائل رو با همدیگه مورد تبادل نظر قرار بده، بررسی بکنه، تحلیل بکنه، نشون دهنده این هستش که این سلول‌های شبکه اجتماعی داره شکل می‌گیره. و فراموش نکنیم جنبش اجتماعی امروز مشکل سازماندهی داره و این سازماندهی از بالا ممکن نیست، از یک نیروی متمرکز ممکن نیستش. احتمال این وجود داره که جریان‌هایی وجود داشته باشن که بتونن راهکار ارائه بدن، آموزش ارائه بدن و این آموزش‌ها به طور وسیع از طریق ساتلایت، اینترنت، سی دی، نوشتار، شبنامه، اطلاعیه، صحبت، تلفن و غیره رد و بدل بشه و در جامعه پخش بشه. این کار ممکن هستش، اما این امکان وجود نداره که یک مرکزیتی بتونه دونه به دونه این هسته ها رو شکل بده و یا تحت کنترل خودش قرار بگیره. این یه تصور باطله. به همین دلیله که یک دانش سازماندهی وجود داره که جریان ها و تشکل ها میتونن در جامعه تزریق بکنن، بفرستن به درون جامعه، اون رو عمومی بکننش، اما عمل کردن اون، تبدیل کردنش به یک واقعیت مادی نیازمند ابتکار عمل هر شهروند ایرانی هستش که از این دانش برخورداره، از این آگاهی در مورد ضرورت چنین کاری برخورداره و یک مقدارم شهامت عملی داره، میاد پا
جلو میذاره و با خودش برادرش رو، خواهرش رو، مادرش رو، پدرش رو، دوستش رو، همکارش رو، پسردایی و پسرعموش رو، همسایش رو میاره و به تدریج با همدیگه یک جمعی رو تشکیل میدن. در جهت چی؟ در جهت دفاع در درجه اول از حقوق انسانی خودشون و در درجه دوم از حقوق جمعی خودشون، از حقوق شهروندی خودشون. و بدین ترتیب هستش که ما میتونیم بریم به سمت شبکه سازی، ایجاد شبکه های سازماندهی شده اون چیزی که ازش میتونیم به عنوان قدرت اجتماعی نام ببریم. این قدرت اجتماعی بعداً قادر خواهد بود دست به مقاومت بزنه در مقابل حاکمیت سیاسی فاقد مشروعیت یا حاکمیت سیاسی غیر مردمی. امیدوار هستم که در گفتارهای بعد بتونیم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. تشکر میکنم از توجهتون.